اول ببینیم گناه رفسنجانی یعنی خالق آقای خامنه ای گناهش چی بود. اول اینو ببینیم، گوش میدیم به حرفاش در مورد سوریه، سوریه ای که آقای خامنه ای حیثیت و اعتبارش رو گذاشته، خزانه مملکت رو رو دامن بشار خالی کرده. ببینیم هاشمی چی میگه. سوریه، مردم سوریه در این دو سال خیلی آسیب دیدند، بیش از 100,000 کشته دادند، 8 میلیون آواره دادند در داخل و خارج، زندانها پر از مردم، زندانها جا نداره، بعضی از ورزشگاه ها رو گرفتند، اونها رو پر کردند، شرایط بدی بر مردم، مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن و از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمونن. این شرایط تو منطقه، این در مورد سوریه، یعنی نیش محکم به قلب مقام معظم. بعد میاد 3 هفته قبل از مرگش ارزیابی کلیشو از اوضاع عنوان میکنه. نقشه داره رفسنجانی، برنامه ریخته. آقای خامنه میبینه با بودن رفسنجانی نه آرزوی جانشینه سید مجتبی تحقق پیدا میکنه، نه میتونه به آینده خودش امیدوار باشه، هر آن ممکنه فرش رو از زیر پاش بکشه. خب حالا ببینیم که آقای هاشمی عمومیات رو چی میگه. گوش میده. ما صلاحیت خودتون رو از کجا آوردید؟ کی به شما صلاحیت داد؟ کی به شما اجازه میداد که یه جای قضاوت کنید، یه جایی بشینید داوری کنید بین مجلس و دولت و جاهای دیگه و اختیارات رو در دست بگیرید، اسلحه مال شما باشه و تریبون مال شما باشه، تریبونای ائمه جامعه مال شما باشه، صدا و سیما مال شما باشه، کی اینا رو میداد به شما؟ بعد هدیه ای دادید به بیت امام در این موقعی که باید همه بر تبریک بگید، تبریک بدی گفتید. انشاءالله خداوند از تقصیرتون بگذاره و پشیمان بشید و عذرخواهی کنید، بگذارید مردم. چند نکته اساسی تو اینجا هست. یکی این که میگه چه کسی شما رو نشونده اونجا، خطاب به رهبر. یکی میگه کی به شما اجازه در مقام قضا بنشینید، خطاب به آملی صادق. جای دیگه میگه شما بیاد بگید این خوبه این بده این بره این بمونه، خطاب به احمد جنتی. بین مجلس و دولت واسطه بشید، جنتی. بنابراین کل نظام رو میزنه. بعد احمد خاتمی میاد راجبش اینجوری قضاوت میکنه. نگاه کن، این هاشمی ها رو باید از هم تفکیک کن تا بتونیم یه قضاوت منصفانه داشته باشیم. یک، هاشمی قبل از انقلاب. هاشمی قبل از انقلاب چهره روشنی است در مبارزه، مقاومتهاش فراموش شدنی نیست. هاشمی دوم، هاشمی بعد از انقلاب و هاشمی همراه امام، خدمات این هاشمی هم فراموش شدنی در این عرصه نیست. به عنوان بازوی توانمند امام در سالهای اول انقلاب از تمام وجودشون مایه گذاشتن. سه، هاشمی به علاوه کارگزاران، این هاشمی قابل دفاع نیست. کارگزاران از دل مشارکت متولد شده، این هاشمی مورد تأیید نیست. چهار، هاشمی رفسنجانی با فرزندانشون، فرزندانش رو قدیس بدانه، هر طور که شده حمایت کنه. بنده معتقدم این هاشمی هم ضربه به حیثیت خودش میزنه با این حمایت ها.
هاشمی پنجم هاشمی دوران ریاست جمهوری است. هاشمی دوران ریاست جمهوری نقاط قوتی داره و نقاط ضعفی. نقاط قوت آقای هاشمی دوره ریاست جمهوری نقطه سازندگی، نقطه ضعف این دوره در حقیقت روشن شدن استارت تهاجم فرنگی است. هاشمی رفسنجانی ششم عبارت است از هاشمی رفسنجانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد. من معتقدم این هاشمی هم نمیتواند مورد تأیید باشد، به علت اینکه در مورد تأیید کی؟ مقام معظم رهبری. این آقای احمد خاتمی باور کنید هیچ ابن هیچه، بوزینه بود در قم به علت زشتی و اعمال و عمل کردش مورد نفرت. دو پنج تومن روزه میخورد، وردست مصباح میدوید، مصباح هم که معرف حضورتون هست با اخلاقیاتش. این آقا میاد این حرفا رو میزنه با اجازه کی؟ هاشمی رفسنجانی. یه وقتی او گفت مثل بهشتی زمین را نرو، من هاشمی دارم رود را میرم. آغاز تهاجم فرهنگی، یعنی همون دقیق. بعد این مردک نادان نمیدونه، مردم هم میدونن حوادثو، کارگزاران نمیتونه دل مشارکت بیرون بیاد. برعکس اگه میگفتی مشارکت در دل کارگزاران بیرون اومد. اون مسیر اگر ادامه پیدا کرده بود، خاتمی اگر به مسئولیت‌های خودش عمل کرده بود، هفته پیش با دکتر سازگارا اشاره کردم به این مسئله، خاتمی خیلی فرصت داشت با مجلس همراه میستاد مردم رو به یاری میطلبید. نه بنی صدر این کار رو کرد، نه هاشمی، نه بازرگان. بنی صدر تو دانشگاه تهران 1,000,000 نفر لبک بهش میگفتن، فقط میگفت را بیافتید به طرف، برید رادیو تلویزیون رو بگیر، برید آشغال رو بریزین دور. ولی جرأت نکرد. چه جور هزینه‌ش رو مردم دادن، کشدارای سال 60 و 67 و اون مسائل. اونجا بعد میگفت، مردم بهش گوش میکردن، مردم روزنامه‌ش رو میخوندن، آدمای حسابی دورش جمع شده بودن. و همینطور خاتمی، باور کنی طوری که بعضی ها سنگ براش به سینه می زدن، من شاهد بودم. دکتر احسان نلاقی جلوی رئیس یونسکو چی گفت راجع به خاتمی؟ آدمای روشنفکر، آدمای مخالف رژیم، همه اون جنبش رو پذیرفته بودن. نکرد. هاشمی هم دنبالش بود. یکی از اشتباهات بزرگی دیدش این بود در انتخابات مجلس که من شاهد بحث ماشاءالله شمس الواعظین با بعضی همکارای تندش بودم، آقا ما هاشمی رو باید داشته باشیم. اون زمان اینا میگفتن تو رفتی فروختی خودتو و آگهیشو چاپ کردی. بابا دوباره خرداد اون براتون راه انداخت، شما رو به نان و نوا رسوند. اگر هاشمی رئیس مجلس شده بود به جای کروبی، آقای خامنه ای جرأت نمیکرد حکم حکومتی بده، از قبولش نداشت هاشمی. اونجا هم آقای کروبی خطا کرد، اصلاح طلبان خطا کردن و سرانجام این ماجرای آقای روحانی پیش اومد. یعنی در واقع هاشمی اول خاتمی رو انداخت جلو، خامنه ای گفت ارو نشه من رد شه، بعد گفتن خب این آقای که بچه خودت 16 سال نمایندت بوده، روحانی اومد در لای ارغوان پیچوندن شو رنگ بنفش شو. بله
کوه ایرانی شعری گفته بود و این دیگه مسخره شده بود و دوستان تنزپرداز بهش میپریدن. قار کبود میدود جیغ بنفش میکشه. آقای روحانی هم اومد جیغ بنفش کشید، وعده داد به جوونا، آهنگ براش خوندن، سرود خوندن. هاشمی هم خرجش رو میداد، دنبالش بود، پشتش بود. اومد آقای خامنه یه شب در یه جلسه ای همین اصغر حجازی و دار دستی میام، میگن آقا هاشمی تو خونش جلسه داره میگیره برای مرحله بعد از شما، داره نقشه میکشه برای ولایت فقیه. و همونجا آقای به حسین طائب میگه وقتی دوست سنگر دشمن شد چیکار میکردی؟ داستان احمد آقا یادتونه؟ و بلا فاصله دستور داده شده دیگه، آقا هم لزومی نداره بگه بنویسه، نه کافی است. قربان علی ماسپند نجف آبادی کنار زمین فوتبال وزارت اطلاعات به مصطفی کاظمی گفت آقا چیه این دخل فروهرا رو تمومش کنی دیگه، همه شون رو تموم کنی با لفظی. بعدم رفت سه تا قسم جلاله خورد، پرونده قطعه زنجیره ماسمالی شد. آقای خامنه ای هم در این جلسه خطاب به طائبین رو گفته بودن و طائبم رفت ماموریت رو انجام داد. اما روزگاری همه اینا میریزه بیرون، همونطور که داستان بریا و استالین ریخ بیرون، همون که داستان علی صبری و سادات و غیره آشکار شد. اینا پنهان نمیمونه، تاریخ با پنهانکاری آشتی نداره. جعلیات مینویشه میرزا مهدی خان منشی، اما اون بغل یکی میاد یواشکی جعلیات رو نفی میکنه داستان با...